با طلوع آنکه می دیدم به خواب، عشق آمد در رکاب آفتاب. آمد آمد جایی چنکار نیست، عشق را اندازه و مقدار نیست. عشق باید تا ببینی نازنین آسمان را از کبوتر نقطه چین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران در سراسر جهان، بینندگان خوب تلویزیون ایران فردا، با سپاس و تشکر از همه مراحم شما و باز با تشکر مجدد از اینکه وقتی در قلباب میکنید در رو باز میکنید، ما رو به خانه های خودتون راه میدید و ما جماعتان محرم خانه و دوتمان شما هستیم. خودت کس کنم یکی از موضوعاتی که چند روز پیش با جوانها داشتیم در اینجا که از ایران هم آمدند و سن و سالی هم نداشتن، بحث بر سر زندگی جوانانه بود در ایران و بعد این تقسیم بندی طبقاتی و تقسیمات مارکسیسمی رو براموش بکنیم، تقسیماتی که بلشویک ها دارن از جامعه طبقاتی در ایران واقعا بس فرق میکنه و هر جای دیگر دنیا. یک کشور حکومتگر در اون یک قلعه زندگی میکنن، پشت دیوار قلعه مردمان ما هستن، هموطنان ما، اما اونسو یک طیفی، یک قشری پدید آمده که اینا فرزندان حکومتگران ایران هستن، بیرون از این قلعه زندگی میکنن برای خودشون، اغلب سن و سالی ندارن، نوه های نسل اول از طبقه حاکمه در ایران که غرق در ثروت و ناز، غرق در ثروتند، برای به دست آوردن ثروت زحمتی نکشیدند، از کار و شغل خبری نیست، هرگز احتیاجی نداشتن که برای رسیدن به مشاغل اجتماعی زحمتی بکشن، به دانشگاه برن، اغلب نسبت به درس و تحصیل احساس ابراز بیزاری میکنن. البته هستن در بین فرزندان طبقه حاکمه در ایران کسانی که رفتن درس خوندن، زحمت کشیدن، برخیشون الحق و الانصاف، یعنی تکیه نداشتن به قدرت و ثروت خانواده و خب میل شخصی، اراده شخصی در اونها بوده که برند و در دانشگاه های خیلی معتبر درس بخونن، فارغ التحصیل بشن و اگر هم امروز مستر کاری هستن به خاطر تلاش شخصی خود اونها بوده. اما اکثریت با کسانی است که نه میلی به درس خواندن داشتند، نه برای کسب درجات تحصیلی نیازی داشت که به دانشگاه برن، برای اونها همه چیز فراهم بوده، مؤسساتی هستن، حتی دانشگاه هایی که در ایران شعبه دارن، نمایندگی دارن، دلال دارن و اینها حاضرگراق برای صدور انواع و اقسام مدارک تحصیلی و حتی پایان نامه ها. دیدم اخیراً یه آیه چاپ شده درباره دادن پایان نامه حقوقی به کسانی که خواستار فارغ التحصیلی در این رشته هستن، یعنی همه چیز فراهمه در ازای پرداخت پول. پس ما یه قشر حاکمه داریم در اون یه قلعه زندگی میکنه، دیوار این قلعه در نداره، در خروجی داره، در ورودی نداره، یعنی کسی از میان مردم وارد این قلعه نمیتونه بشه. نگاه بکنید به مجموعه فعل و انفعالات حکومتی در 30 سال اخیر، آدم ها مثل مهره هایی که در این گردونه بخت آزمایی قرار میگیرن همه مشخصند، ور میخورند و جا به جا میشند. یعنی کسی ممکنه روزی فرماندار اردبیل بوده، امروز وزیره و یکی دیگه نمیدونم مقامی داشته، بیشتر مقام مذهبی داشته، امروز وزیر دادگستریه. مهره ها جا به جا میشن اما خارج نمیشن، از گردونه خارج نمیشن، مگر اینکه حضور اونها منافع حکومت رو به خطر بندازه، مثل سعید امامی. حتی هنوز هم در مورد سعید مرتضوی مقاومت میشه، هنوز هم سعی میکنن اون رو حفظ بکنه. با اینکه هم تو خدمتتون گفتم این جداره، این دیوار این قلعه ورودی داره، خروجی نداره، خروجی داره، ورودی نداره، اکسیت داره،
اما ورودی برای مردم عادی به هیچ وجه. حالا البته هستن در بین مردم عادی که زندگی خوب دارن، اونا هم در سایه رنج و تلاشی کردن و هوش و استعداد ذاتی خودشون توانستن جایی برای خودشون به هر حال تو این جامعه پیچیده پیدا بکنن. به تو بگم وقتی داریم صحبت میکنیم همه ملاک قضاوت و داوری ما نیستن، نه، اصلا در میان مردم عادی که وضع خوبی هم پیدا کردن در سایه درایت خودشون، یعنی که تخصص هایی داشتن که به درد جامعه میخورد یا قشر حکومت که به اونها احتیاج داشته. مفهومش اینه که دست اونها در خزانه مملکت بوده، ولی اون گروه، اون قشری که به طبقه حاکمه مرتبطه، یعنی فرزندان یا نوه های نواده های هیئت حاکمه از نسل اول هستن، اینا امروز زندگی حیرت آوری دارن و با هم در کنار هم میگن در یک منطقه در تهران به نام بوکان، در اونجا به هر خانه‌ای که سر بزنید آپارتمانی حکم دیسکوتک رو داره، شبکده رو داره. اینا در ناز و نعمت زندگی میکنن، برخی از اونا غرق در فسادن، غرق در تباهی هستن، مواد مخدر گران مصرف میکنن، بیشتر کوکائین و کوکائینی که از ونزوئلا میومده تا به امروز، دیگه نمیدونم از جادم احتمالا از جاهای دیگه وارد میشه. در حالی که معتادین در میان مردم، یعنی معتادینی که به این قشر تعلق نداره، اغلب از مواد مخدر یا مکیف ارزان استفاده میکنه. شیشه یکی از اونهاست، کراک یکی از اونهاست، مخصوصا شیشه یا کراک صنعتی از نوع ارزونترش که از کشورهای آسیایی میاد، متاسفانه به نحو گسترده‌ای هم در جامعه در میان نسل جوان توزیع میشه. گفته میشه که امروز بر طبق آمار رسمی سازمان ملل ایران پنجمین مصرف کننده شیشه در تمام جهان، پنجمین مصرف کننده شیشه در یک فرمانده عرب داریم به نام مهدی. این توانست بخشی از شمال آفریقا رو تصرف بکنه، تصمیم داشت که برای خودش یک دارالخلافه ایجاد بکنه و فکر کرد که این دارالخلافه رو کجا بزنه که کمتر در معرض خطر و تهاجم مخالفان و دشمنان باشه. آمد جزیره انتخاب کرد، باری قبلتون گفتم یه جزیره رو انتخاب کرد در پای دریای مغرب، یعنی همین مدیترانه. ترجیح داد که در یک جزیره دارالخلافه رو ایجاد بکنه و در اونجا بساط حکومت رو به راه بندازه. او یکی از کسانی است که معماری استبداد رو باب کرد. معماری استبداد به چه شکل ثبت شده در کتاب آثار البلاد، حتما مراجعه کنید، لازم باشه یه روز میام متنش هم براتون میخونم. حالا پرسید که اسم این جزیره چیه، بهش گفتن اسم این جزیره هست جزیره الخلفا. گفت پس ما اون رو به فعال نیک میگیریم. عجب، اسمش پس جزیره الخلفاست. خیلی خوب، ما دارالحکومه رو اینجا ایجاد میکنیم. آمد در مرکز جزیره یک قلعه ایجاد کرد، درون قلعه یک قصر، قصر حکومتی، یک قلعه یک قصر. خب پشت دیوار قلعه یک جایی ساخت به نام زویله، این طرف مکانی برای به اصطلاح مکانی برای کسب و کار، یعنی کسانی که تو کار کسب بودن، تو کار تجارت بودن، اینا رو اومد این سوی جزیره اسکان داد. خانواده اونها در منطقه زویله زندگی میکردن، یعنی این بر مسکونی بود، این سو تجاری، کامرشال رزیدنشال. اینجوری که خودش هم در سر. چرا؟ استدلالش این بود که اگر روزی روزگاری این کسانی که امروز در این سو هستن، یعنی قسمت تجاری شهر زندگی میکنن که شامل بازار و بازارچه و تیمچه و از این قبیل بوده، کسفه و صنوف مختلف، اینا تصمیم گرفتن علیه من شورش بکنن، فرزندان و خانواده اونها در این قسمت در گروگان من باشن، در زیر سلطه من باشن، یعنی سریعا بتونن به اونها دسترسی پیدا کنن. به این جزیره نوعی شهرسازی مبتنی برای استبداد و بنیان گذاشت.
البته به خیلی از شهرهای دنیا که نگاه بکنید هم حالت رو داره ها، خیلی از شهرها درست بر همون محاسبات قدیم حکومت‌های استبدادی اصلا بنیان گذاشته شدن، شکلشون رو میشون میده، قلعه ای است و در اطراف قلعه مردمانی زندگی میکنن و معمولا هم حکومت به نحوی عمل میکرده و گونه این معماری رو شکل میداده که بتونه در صورت لزوم بر مردم سیلا داشته باشه، تسلط داشته باشه، نه مردم بر هیئت حاکمه. این همیشه بوده. الان نگاه کنید به شهر تهران، از دور شهر اصفهان نماد مدنیت، مردمانی متمدنی که در این شهر دارن زندگی میکنن، به نظر میرسه یک شهری است که بر پایه تفکر و اندیشه امروزین شکل گرفته و آراسته شده. ولی خب وقتی از درون بهش نگاه میکنید متوجه میشید که نه، اینجوری نیست. البته به ظاهر بله، و همین علت هم هست که خیلی دشوار، خیلی مشکله کنترل این شهر. یعنی شما باید از یه نیروی 120,000 نفر بهره بگیرید تا بتونید امنیت رو برای خودتون با عنوان حکومت تامین بکنید در این شهر. در حالی که مهدی به گونه ای این شهر حکومتی رو شکل داده بود که بدون استفاده زیاد از نیروی امنیتی بتونه بر مردم فائق باشه و بر اونها مستولی باشه، چه مبادا کاری علیه حکومت از دست اونها بر بیاد یا حکومت رو غافل گیر بکنه. بر روی این شکل شهرسازی استبدادی من فکر میکنم که با توجه به نیت سازندهش یعنی فرمانده مهدی به اصطلاح عربی که قصد تصرف بر بلاد شمال آفریقا رو داشت که بالاخره رسید به نقطه‌ای که خدمتتون گفتم، یعنی جزیره الخلفا، و خودش به صراحت اعلام کرد که ما باید شهری رو بسازیم که بر مردم تسلط داشته باشیم، مبادا اونها به فکر شورش بیفتن یا به فکر کودتا علیه ما یا قیام علیه ما. البته خیالش از دشمن خارجی راحت بود، چون آمد در جزیره دارال حکومت رو بنا گذاشت، میگفت که چون دریاست دیگه احتمال حمله خیلی کمتر از سوی خشکی به ما. حالا در ایران عملا همین شده، حکومتیست قلعه، این سو مردم هن. مردم در حکومت جایی ندارن هیچ به هیچ وقت، حتی اگر صاحب همه استعدادهای خداداد باشه در به روی اونها بسته است، در به روی اونها بسته. به همین لحاظه که میبینید بچه ها پسرها علاقه دیگه به تحصیل در رشته های دشوار و مشکل دانشگاهی رو ندارن. چرا؟ چون فهمیدن تازه برن درس بخونن به جایی نمیرسن، قرار نیست پستی به اونها، منصبی به اونها داده بشه. من بر حسب ضرورت، مگر بر حسب ضرورت، یعنی کاری باشه، چیزی که از عهده عوامل حکومتی بر نیاد، اون وقت سهمی هم به اینوری ها تعلق میگیره، ولی واقعا به ندرت و نه در چهار دیواری حکومت، در بیرون از حکومت. حالا اشاره من به اون قشره، یه قشر جدید، پدیده تازه در اجتماع ما، سابقه نداشته، ما همچی قشری نداشته، البته بودن همیشه در دوره محمد رضا شاه بودن برخی از بچه هایی که علیه خاندان خودشون قیام میکردن، دکتر عد فرزندش، بچه هایی که رفتن در غارها عملیات چریکی میکردن، به خاندان و دودمانی هم تعلق داشتن که نسبتی به دربار داشت، یا یکی از دختران پادشاه ایران که حجاب اسلامی رو ترجیح داد. من یادم در تلویزیون من بودم، آقای بهنود، یک نفر دیگه بود به نام دولو قاجار، دولو قاجار برنامه‌ای داشت به نام فرستاده ویژه، فرستاده ویژه برنامه‌هاش رو در بیرون تهیه میکرد، گفتگو میکرد با سران و حکومت‌ها و بیشتر در رابطه با ایران، مناسبات ایران با کشورهای خارج، با بعضی از رؤسای جمهور مصاحبه کرد، مصاحبه جالبی انجام داد آقای دولو قاجار. و بعد هم به خاطرم از وقتی انقلاب شد اولین مصاحبه مطبوعاتی رو که شاپور بختیار در پاریس برگزار کرد، گردانندش از همین آقای دولو قاجار. بعد خواهم پرسیدم آقا
این چی شد؟ چرا محو شد؟ بسیار پسر بااستعداد، جوان بااستعدادی بود، کارهای خارق‌العاده‌ای انجام داد و بعد پول خوبم میگرفت، پول فوق‌العاده، تو اونجایی که میدونم 250,000 تومان، 250,000 تومان در اون زمان در ماه، و برای تلویزیون برنامه را در خارج چنگه میدید و به ایران میفرست. میگه برنامه اغلب سیاسی و در رابطه با سیاست خارجی ایران. بس کاراش مثل کریشن امانپور بود. کریشن. ولی ناگهان این آدم غیبش زد. بعد شنیدم که مذهبی شده. فکر کردم یک شکلی با جمهوری اسلامی مرتبط شده. گفتن نه، شخصا این گونه شده. یعنی در روی تحولی به وجود آمده، علیه خودش انقلاب کرده، علیه گذشته خودش. بعد هم خانه نشین شد، دیگه هم کسی از او خبری نداره. رفت جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، جریده رو شد. رفت و دنیای تنهایی رو انتخاب کرد. خیلی بودن، یکی دیگه بود فرمانده ژاندارمری بود، پسرش، پس فرزندی داشت که در بیرون علیه حکومت در ایران بسیار فعال شده بود. شمار زیادی از چهره‌های سرشناس در کنفدراسیون دانشجوی تا در بین احزاب کسانی بودن که با خانواده‌های اشراف تعلق داشتن. آقای اسکندری یکی از 16 حزب توده، خب وابسته به دربار قاجار بود، ولی تبدیل شده که از شعرهای متنفذ چپ، اونم در چی؟ در یکی از احزاب بسیار متنفذ و قدرتمند چپ در این حزب توده ایران. خب بخواه بگم که این قیام نسل ها علیه پدران و مادرانشون هم به طبیعی همه جا هست. در ایران احمد رضایی بذاری که البته اونم بعض مالی فوق‌العاده خوبی داشت، آخکاری هم در دبی زندگی میکرد، در هتل‌های خیلی گران قیمت، در اینجام که بود مدتی رفت به شمال کالیفرنیا، بعد رفت به کوستاریکا و خلاصه دائما در حال گردش و تجربه اندوزی بود و سخت هم مخالف کارهایی که پدرش داره انجام میده یا مخالفت با کل نظام و کل سیستم. بالاخره به ایران البته برگشت و بعد هم در دبی که او رو کشتن، به نحو فجیعی کشتن. پسر خوبی بود، خیلی به نظرم آرام، خیلی با وجدان و نگرشی که نسبت به جامعه داشت قابل توجه و قابل تحسین بود. برها او رو در دبی از پا در آوردند. یا بقیه خیلی هستن، این پسر خواهر آقای خامنه‌ای که پزشک در پاریس زندگی میکنه، سخت مخالف حکومت دایی خودش در ایران، بارها در مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده و حکومت رو مورد نقد قرار داده، کما که پدر او هم به همین ترتیب، شیخ علی تهرانی که چند گامی با انقلاب آمد، بعد از انقلاب جدا شد و به عراق رفت و بعد شروع کرد به مخالفت و ایراد سخنرانی های علیه حکومت، بعدم به ایران برگشت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. داشتیم از اینها، حتی در میان حکومتگرها داریم کسانی که مثل دختر آقای محقق داماد وکیل شده، وکیل دادگستری، وکیل خیلی برجسته، یا هستن برخی که مهندسان خوب شدن، تکنوکرات های خوب، ولی اکثریت با کسانی است که ثروت مثل سیل اونها رو برده. بچه‌هایی که با سن بسیار کم، من در مورد یکی از اونها اطلاع دارم، آقای مرتضی انصاری، پدرش یه بانک داره به نام بانک تات، من اصلا نمیدونستم بانکی به نام تات در ایران هست. همین چند مدت پیش تولد دوست دخترش بوده، کلید یک اتومبیل 1,000,000 تومانی رو روی میز گذاشته. یه بچه فکر کنید 23-24 ساله، نه هنوز وارد اجتماع شده، نه شغلی داره، ثروت بیکران، اصلا نمیدونن با این پولها چه کار کنن، برخلاف پدران خودشون که اغلب آخوندهای روستایی بودن، در روستاها زندگی میکردن، در کمال قناعت با یک شهریه مختصر در قم میساختن. امروز فرزندان و نوه‌های اونها غرق در ثروتن و نمیدونن چه کنن، و این ثروت یا
یک فساد هولناک رو با خودش به همراه آورد. فساد هولناک. مثلا در بیان فرزندان آقای خمینی، حسین امروز ساکن قمه، یه بار هم لطف کرد و من تماس گرفت سال گذشته، پانل مذهبی بود روزای پنج شنبه، ایشون خارج از پانل به من تماس گرفت و علاقه من بود که در پانل شرکت بکنه، بعد پشیمون شد. اونم مدتی از ایران خارج شد و خب شروع کرد به این نقد حکومت و بعد هم به درخواست مادرش بالاخره به ایران برگشت. و بقیه خیلی هستن، خیلی از بچه ها هستن که امروز در موضع سیاسی و حکومت در افتادن، اما یک گروهی هم هستن که اصلا زندگی دیگری دارن. میگم تشریف برید به منطقه بوکان، هر آپارتمانی که مبلغ خانه های دومه تبدیل شده به یک دیسکوتک. میگن معروفترین شبکده در تهران که بچه ها هر شب در اونجا جمع میشن و بزنه به سات بزنه به کوب و رقص و از این قبیل برقراره، متعلق به نوه یکی از معروفترین چهره های کلیدی نظام. و تازه کار دستگاه امنیتی و اطلاعاتی شد که از اینها محافظت بکنه، اجازه نده کسی به درون اینها را به میان اینها راه پیدا کنه، عکس بگیره، عکس بذاره روی اینترنت. یعنی نگرانی الان همینه، نگرانی به اصطلاح دستگاه امنیتی در ایران به شکل حفاظت از ایناست که همه چیز بی سر و صدا بگذره. اینا تسلیم شدن، کاری نمیتونن بکنن، بگیرن اینا رو اعدام بکنن، بگیرن زندان بندازن. اینه که فرزندان خود اونها هستن، فرزندان خود اونها، نواده خود اونها، اما زندگیشون به سیاق بچه های اروپا و آمریکاست. هیچ گونه سنخیتی با رژیم موجود در اینا ندارن، یعنی با نحوه زندگی پدران و مادران خودشون هیچ گونه سنخیتی، هیچ گونه پیوندی الان ما بین اونها و سیستم حکومتی نیست. در نتیجه اینها بیرون از قلعه ساکن شد و برای خودشون به هر حال زندگی دارن که خیلی متفاوته با زندگی اکثریت جوانها در اون مملکت. فکر کنید در یه گاراژ رو باز میکنید، متعلق به یه بچه 25 ساله 50 دستگاه اتومبیل گران قیمت، هر کدام بالای 5 میلیون دلار در اونجا پارک شده. 5 میلیارد، ببخشید من اشتباه کردم. یا آقای علیرضا ثقفی که در تهران با اتومبیل مزراتی 5 میلیارد یا 6 میلیارد تومانی داره ویراج میده. اینا فرزندان و نواده های خود حکومت هم. اما شیوه زندگیشون کاملا متفاوت، کاملا متفاوت. البته برخی هم بودن که نه، به همون کسفت موندم، فرزندان آقای خامنه ای معمم موندند و رفتند تحصیلات مذهبی کردند و امروز هم در کنار پدرشون. ولی عده‌ای دخه قیام کردند، بیرون اومدن. تازه یکی از اونها که وابستگی داره به خود حکومت، پسر آقای جنتی است دیگه، چندین نوبت ابراز براءت کرد از پدر خودش، چندین نوبت نسبت به اندیشه‌ها و افکار پدر خودش ابراز بیگانگی کرده، اگه نگیم ابراز انزجار، ابراز بیگانگی کرد. به شکلی خواسته به مردم حالی بکنه که آقا من متفاوتم با پدرم، او به گونه دیگری فکر میکنه. حالا به نظرم این محاسبه چندان دشوار نیست که آدم بدونه نواده ها چجور فکر میکنن. نواده ها حتما دیدید عکس پاره از اونها رو در کانادا در مراسم متعدد، کافیست تشریف ببرید ونکوور تا بدون این بچه ها چگونه زندگی می کنند. از بازارچه موسیقی فعلا عبور بکنیم، برگردیم و گفتگو رو دنبال بکنیم.
باشد پس از یه تکرار روزمره روز با تو تا تیشه این شب مسخره یکی یه گای میدیدیم و میگفتیم پدره پدر ولی وقتی تا وقتی زنده از پدره بعد مادر موندو لباسا یه چرک مرد و من توی گل گرگ و تو کوچه ها گم سهم داداش از دنیامون اعتیاد بود همه تو سختی بودیم واسه اون زیاد بود بس نبود واسه یه لقمه نون تو سری خوردن همه چی رفت جز آبرو که اونم بردن کسی خواهرمو ندید دوباره تو محل من واسه چی زنده بودم این بود مسئله که شاید این زندگی ورق بخوره به جای برسم دیگه عرق نزوره از پیشونی و شرمی که تو چشامه ولی کی میدونه زاخر آقابت ادامه که صدا به داد ما نرسیده خفه شو قانون یه خیابونه که یه طرفه شو هرچی جرممه بگو عبسشو میکشم من هرچی میکشم همی اجتماع میکشم وقتی رعی میخن کسایی مثل امثال منو با یه کیلو برین میخرن و میندازن جلو سی ساله که کوچه خاکی آمون خاکی هست آسفات خوب خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن یه مش مریضم و سنو تخمه لشکن که فیلم میگیری وقتی یکی جو میکنه دست مریضات یه مرامه یه هموطنه که نه مرگ منو این دار سر واد داره امرو من اینجام و فرد سر تو والا داره امرو من اینجام و فرد سر تو والا داره مثل جون کندن زندگیم و تمام لحظه ها منم و بغضام و عشقام و درد تنهایی ها منم و حس بی کسی یا از غم پر پر شدن این یه حقیقت تلخی که دارم از با در میام من بالا دارم چون کسی منو نفهمید این همه چشم بود ولی کسی منو ندید من نمادگی ملت روبن هتاتم وقتی مرگ میشه جریمه انضباط بالا دارت تو فرصتی واسه نصیحت نی ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نی ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا اون بچه رو نیار واسه یه تماشا نظر از الان ذهنش درگیر داشه نداره این تهنه رو مغزی سواشه اونم فردا وقتی که فشار بیاد اونم وقتی بزرگ شد و حدشو بخواد اونم وقتی عصبی شد از بدی او و دور میشه منطقش توی اجتماع اونم میگه چون همه بدن اونم بد میشه توی کنکور بد زندگی رد میشه ما بد بودیم اجتماع اما بدتر بود یه جنبی میزنه در زمین خیلی زود کدوم ما که یه جوری داریم میریم فنا اون بالا یا خوشحال ترم میشن دادا ما که رفتیم اما تو یکی مثل من نباش چیزی رو بذار زمین قلم بردار بجا حالا منم اونجا و چشای تو تنابه دا بکش صندلی رو از زیر پام سرکا مثل جون کندن زندگیم و تمام لحظه ها منم و بغضام و عشقام و درد تنهایم منم و حس بی کسی یا از غم پر پر شدن این یه حقیقت تلخی که دارم از با در میام کابیت سری بزنید به آثار نظامی گنجوی تا ببینید که حکومت با فرزندان خودش چگونه رفتار میکرد. این تفاوت عظیمی است بین امروز گذشته. نظامی شرح میده که چطور خسرو پرویز بکنید ولی عهد مقتدر ایران رب برای شکار در بازگشت از شکار کشگاه یک کشاورز رو به کشتزار یک کشاورز خسارت وارد کرد. خبر به پدرش رسید. این بچه رو بیچاره کرد، با ارجنگی از دربار بیرون انداخت. نظامی میگه سیاست بین چه می کردن زین پیش نبا بیگانه با دردانه خیش. این سیاست که میگن مجازات، میگه ببینید چگونه در گذشته با فرزندان خودشون رفتار میکردن، چطور اونها رو مجازات میکردن به خاطر تعدی به زندگی و اموال مردم عادی، رعیتی اونجا ما رو تجاوز کرد. یاد باشه حتما قصه‌ش رو بار دیگه حتما برای شما شرح بدم، بسیار آموزنده است.
خیلی آموزنده. سیاست بین که می کردن زین پیش، نه با بیگانه، با دردانه خیش.